بسم الله الرحمن الرحيم. خدای متعال را سپاسگزاریم که نفسهای گرم و دلهای با نشاط جوانان قم به مناسبت 12 دی یک بار دیگر فضای این حسینیه را معطر کرد. یقینا نقش آگاهی و بیداری و بصیرت در مردم عزیز قم و پاسخی که آنها با همه وجود خودشون به حوزه علمیه و به مرجع تقلیدشون دادند یک حادثه مندگار در طول تاریخ است و خواهد موند. ما حادثه 19 دی را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده است. حوادث جامعه بشری و این عالم بزرگ متأثر از قانون تأثیر متقابل است. حوادث بر روی هم تأثیر می‌گذارد و زنجیره حوادث تاریخی وقایع بزرگ را به وجود می‌آورد. اگر اینجور تصویر کنیم صحنه مسئله را و صورت مسئله را که حرکت مردم قم در روز 19 دی در سال 56 یک جرقه ای بود در فضای ظلمانی عجیب خفقان اون روز که شرح اختناقی که اون روز در کشور وجود داشت و همه دنیای به اصطلاح طرفدار آزادی پشتیبان اون خفقان بودند و از حکمرانان و سلطگران مستبد و دیکتاتور با همه وجودشون دفاع می‌کردند، شرح اینها کتاب‌های زیادی لازم دارد. در یک چنین فضایی این خونهای پاکی که در چهار مردان قم ریخته شد و حرکت عظیم مردم قم در روز 19 دی جرقه‌ای بود که در حقیقت اصابت کرد به انبار و آذوقه ذخیره عظیم ایمانی این مردم و ناگهان فضا رو منقلب کرد. اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعین‌ها که مردم رو کشوند به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکست شدن هیبت پوشالی ابرقدرت‌ها که با هیبت خودشون بیش از واقعیت وجود خودشون تصرف در دنیای انسان‌ها می‌کنند، این شکستن هیبت مسلمان‌ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت،
بیدار کرد. ایستادگی مردم ایران، مظلومیت ملت ایران در حوادث مختلف، در جنگ تحمیلی، در دوران سخت توأمان دفاع مقدس و تحریم، اینکه ملت ایران اینجور محکم ایستادند، با ثبات پیش رفتند، این ملت‌ها رو تکان داد. اگر این ثبات نبود، اگر این ایستادگی نبود، اگر این به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرت‌ها نبود، ملت‌ها وارد میدان نمی‌شدند، این بیداری اسلامی به وجود نمی‌آمد، این حوادثی که امروز منطقه رو دارد دگرگون می‌کند و نقش جدیدی می‌زند، این حوادث به وجود نمی‌آمد. از یک نقطه حوادث شروع می‌شود و زنجیروار پیش می‌رود. اگر استقامت بود، صبر بود، تداوم در راه بود، استمرار عمل بود، اون وقت همه چیز، همه خیرات، همه برکات بر اون مترتب می شود. ایستادگی شرط اول است. ملت ها در راهی که شروع می کنند باید استقامت کنند. ولذالک فدع و استقم کما امرت. دستور استقامت در قرآن کریم به نبی مکرم اسلام در جاهای متعددی داده شده است. سرش همین است، باید ایستاد، باید ثبات به خرج داد، باید راه رو گم نکرد، هدف رو همواره در مقابل چشم داشت و به طور مستمر باید پیش رفت. اگر این شد، پیروزی ها پی در پی پیش خواهد آمد، همچنانی که برای ملت ایران پیش آمده است. ملت ایران این تجربه بزرگ را امروز در مقابل ملت‌های دیگر قرار داده است. تجربه موفقیت ناشی از دو عامل بصیرت و صبر. بصیرت یعنی گم نکردن راه، اشتباه نکردن راه، دچار بیراهه‌ها و کجراهه‌ها نشدن، تأثیر نپذیرفتن از وسوسه خناسان و اشتباه نکردن کار و هدف، این بصیرت. و صبر یعنی ایستادگی. نسلها به یکدیگر دست به دست تحویل میدن. امروز نسل جوانی به حول و قوه الهی در کشور ما حضور دارد که دوران انقلاب را ندیده است، دوران جنگ را درست درک نکرده است، اما در این حال با همون روحیه، با همون احساس، با همون انگیزه، با همون تصمیم قاطع در میدان ایستاده است. این خیلی مهمه. این هنر انقلاب اسلامی است و باید عوامل این ایستادگی و این بصیرت را در میان خودمون تقویت کنیم. دو چیز به هم پیوسته وجود دارد که اینها زنجیرهای اقتدار ملت را تشکیل می‌دهد. یکی تصمیم قاطع نظام مقدس جمهوری اسلامی است بر عدم انحراف، عدم تسلیم، ایستادگی کردن در مقابل زیاده خواهی و زورگویی از سوی ابرقدرت ها و از سوی استکبار. این یک عامل. نظام اسلامی به مجموع خود
با هویت جمعی خود به طور قاطع میداند چه کار میکند و راه رو انتخاب کرده است و ایستاده است. این عامل اول. عامل دوم، حضور هوشمندانه و مصممانه مردم، مردم وفادار. اگر این دو از هم جدا میشدند، اگر مسئولان نظام بودند، مدیران کشور بودند، اما مردم در صحنه نبودند، یقیناً کار پیش نمی رفت. اگر مدیران نظام دچار اختلال می شدند در نیت خود، در تشخیص خود، در فهم خود، در تصمیم گیری خود، در مقابل لشکر متراکم کفر و زلالت که در مقابلشون صف کشیدن، یقیناً این تأثیر می گذاشت در اختلال نظام، مردم را هم از صحنه خارج می کرد. این دو عامل با یکدیگر هست، امروز هم هست و انشالله در آینده هم خواهد بود. و با وجود این دو عامل، هیچ کدام از ضربه ها و ترفند ها و کید ها و توطئه های دشمن در این ملت اثری نخواهد گذاشت. امروز جبهه مقابل ما که سردمدار اون جبهه هم آمریکا و صهیونیستان، به تمام طرقی که می توانسته از متوسل و متشبث بشود متشبث شده. از تمام راه ها برای مقابله با ملت ایران که می توانسته بهره گیری بکنه بهره گیری کرده است، برای این که بتواند این دو عامل را، عامل تقویت کننده نظام و عامل ایستادگی مردم در صحنه را تضعیف کند و از بین ببرد. خودشان هم همین را تصریح می کنند، میگن این تحریم هایی که ما بر علیه ایران تصویب کردیم و اجرا می کنیم و با عناد کامل دنبال میکنند، میگن این برای این است که مردم رو خسته کنیم، مردم از صحنه خارج بشن، مردم به نظام اسلامی پشت کنن. یا این، یا در اراده مسئولین رخنه به وجود بیاید. مسئولین در محاسبات خودشون تجدید نظر بکنن. تعبیر آنها اینه، میگن میخواهیم مسئولین جمهوری اسلامی احساس کنن که هزینه تصمیم گیری های آنها بالاست. این یعنی رخنه ایجاد کردن در اراده مسئولین کشور. این دو کار رو با همه توانشان، با همه ترفندهایی که بلدن دارن دنبال میکنن، یا در مردم ایجاد تردید کنند و مردم را از نظام جدا کنند، یا در مسئولین ایجاد تردید کنند، مسئولین را وادار کنند که تجدید نظر کنند در تصمیم‌های خودشون. اشتباه کردم، هیچ کدام را نمی‌توانند. همچنانی که یک روز در صدر اسلام دشمنان به نظرشون رسید که با شعب ابی طالب و محاصره اقتصادی مسلمان‌ها اونها را از پا بیاندازن و نتوانستن، این روسیاهای بد محاسبه‌گرها خیال می‌کنن ما امروز در شرایط شعب ابی طالبیم. نیست اینجور. ما امروز در شرایط شعب ابی طالب نیستیم، ما در شرایط بدر و خیبریم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
ما در شرایطی هستیم که ملت ما نشانه های پیروزی رو به چشم دیده است، به آنها نزدیک شده است و بسیاری از مراحل پیروزی با سرافرازی دست پیدا کرده است. امروز مردم ما را از محاصره اقتصادی می‌ترسونند. با این حرفا، با این ترفندها می‌خوان مردم را از صحنه بیرون کنن. چنین چیزی مگر ممکنه؟ امروز میخوان در اراده مسئولین اختلال ایجاد کنن. قل هذه سبیلی ادعو الله علی بصیره انا و من اتبعنی. این راهی است که با بصیرت انتخاب شده است، این راهی است که با مجاهدت باز شده است، این راهی است که با خون عزیزترین ها هموار شده است. ما از این راه رفتیم، به قله هایی هم دست پیدا کردیم، متوقف نمیشیم، انشاءالله پیش میریم، ولی تا امروز هم به قله های بسیاری دست پیدا کردیم. جمهوری اسلامی امروز کجا؟ 20 سال و 30 سال قبل کجا؟ دشمنان جمهوری اسلامی هیمنه و باد و بروت امروزشون کجا؟ ضعف و انکسار امروزشون کجا؟ اینا نشانه هایی است که ملت ایران رو تشویق میکنه. نخیر، اراده مسئولین همچنان مستحکم در ادامه این راه اسلام که راه خداست، راه دین است، راه سعادت دنیا و آخرت است، مستحکم خواهد موند. مردم هم پای ثابت این حرکت عظیم خواهند بود، امروز و در آینده. یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. نه از حالا، از مدتی قبل شروع کرده اند که شاید کاری کنند که در این انتخابات حضور مردم کم بشود. میشنوید دیگه، میبینید حالا در اون مقداری که به گوش مردم میرسد، به چشم مردم میرسد، در مطبوعات و در رسانه‌های گوناگون همه تلاششون بر این است، دشمنان ما از اون صدر گرفته است که مرکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار است، تا این پادوها و ایادی کوچک و پیاده نظامشون که همه جا پخشن، اینجا هم هستن، بیرون هم هستن. تلاششون این است که کاری کنن که مردم در این انتخابات شرکت نکنن. من با تجربه‌ای که از رفتار این مردم دارم و با اعتمادی که به لطف خدای متعال دارم پیشبینی میکنم که به لطف الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود. و با این انتخابات انقلاب و کشور و نظام جمهوری اسلامی خون تازه‌ای به پیکرش دمیده خواهد شد، حرکت تازه‌ای برای او پیش خواهد آمد، نشاط تازه‌ای پیدا خواهد کرد، همچنانی که همه انتخابات ها همین جوره. مظهر حضور مردم است، مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود است. البته آفتهایی وجود دارد، باید سعی کنیم این آفتها پیش نیاد. مردم ما و کشور ما از انتخابات سال 88 بهترین خاطره ها و بدترین خاطره ها را دارند.
بهترین خاطره ها حاصل حضور عظیم 40 میلیونی مردم پای صندوق های رأی بود که دنیا رو خیره کرد. بدترین خاطره ها مربوط به جرزنی های سیاسی یه عده آدم نادان، ناباب، بعضن معاند در قضیه انتخابات بود. خب در هر قضیهی، در هر حادثهی ممکنه یه عدهی قبول نداشته باشن، معترض باشن. چجوری باید اعتراض رو نشون داد؟ قانون راه معین کرده است. چرا قانون شکنی کنن؟ چرا برای مردم هزینه درست کنن؟ چرا کشور رو دشمن شاد کنن؟ چرا برنامه هایی را که نشانه های عفونت تصمیم گیری ها و ترفند های دشمن از اون بلند است و آشکار است، چرا این برنامه ها را اجرا کنن؟ راه داره، قانون راه معین کرده است. اونجا ما گفتیم، به همه هم گفتیم، همه اطراف قضیه هم ملزم بودن که بر طبق اونچه که گفته شده است که مر قانون است باید عمل میکردن. چرا نکردن؟ پیش نبردن. و هیچ کس در این کشور تا این ملت توی صحنه اند، تا این پیوند وجود دارد، در کارهای خلاف پیش نخواهد برد. پیش نبردن و نمیبرن، اما برای کشور هزینه درست کردن، برای ملت هزینه درست کردن. چرا؟ میشد این هزینه رو کشور تحمل نکند؟ با اون انتخابات با شکوه و پرعظمت، عوامل گوناگونی وجود داشتن. باید این برای ما تجربه باشد، باید درس باشد، باید مراقب باشیم. همه انتخابات مظهر حضور مردم و محصول اون مظهر رأی مردم است، خواست مردم است، باید به اون احترام گذاشت. انتخابات باید سالم باشد، رقابتی باشد. رقابت غیر از خصومت است، رقابت غیر از تهمت زنی متقابل است. اینا رو باید همه مواظب باشیم. رقابت این نیست که کسی اثبات خود را متوقف بر نفی دیگری بداند. رقابت این نیست که کسانی بیان برای جلب نظر مردم وعده های خلاف قانون، خلاف قانون اساسی، خلاف قانون عادی بدن. اینا نباید باشه. کسانی که وارد عرصه انتخابات می شوند، چه از طرف مجریان و مسئولان، چه از طرف کسانی که نامزد می شوند، بایستی به آداب و شروط یک حرکت عمومی سالم پایبند باشند، متعهد باشند. این لازمه. مجریان باید تمام سعی خودشون رو بکنن که امانتداری کنن. خوشبختانه انتخابات های ما در طول این سال های متمادی، این همه ما انتخابات داشتیم، بیش از 30 انتخابات در دوران این 32 ساله انتخابات سالمی بودند. بعضی اوقات ادعا کردن بعضی ها ناسالمن، فرستادیم تحقیق کردن هم در زمان حیات مبارک امام رضوان الله علیه، هم بعد از اون رفتن کسانی دیدن نه، یه تخلفاتی ممکنه گوشه و کنار باشد، اما چیزی که
انتخابات رو ناسالم کرده باشد، نتیجه انتخابات تغییر بده، مطلقاً اتفاق نیفتاده. همونی که مردم انتخاب کردن، همون در بیرون واقع شده است. باید سعی کنند انتخابات سالم باشد. این به عهده مجریان است، چه مجریان در دولت و وزارت کشور، چه در دستگاه شورای محترم نگهبان باید مراقبت کنند. هیچ چیزی از قانون بالاتر و عزیزتر نیست. معروفه در دنیا، میگن قانون بد هم از بیقانونی بهتره. بعید نیست آدم اینو قبول داشته باشه، چون بیقانونی هرج و مرج است. قانون بد لااقل یک ضابطه است، خب اصلاحش میکنه انسان. خوشبختانه قوانین ما قوانین خوبی هم هست. قوانین انتخاباتی ما قوانین خوبی است، ممکنه کاملتر و بهتر هم بعدها بشه. رعایت قانون از طرف اونها، کسانی که وارد عرصه انتخابات می شوند، اینا هم یک تقیداتی تعهداتی باید داشته باشند. این خطاب به همه کسانی است که وارد عرصه انتخابات می شوند به عنوان نامزد، و خطاب به همه مردم است، مردم عزیزمون در سراسر کشور. این رفتارها را در نامزدهای انتخابات تفرس کنند، دنبال کنند، دقت کنند. نامزد انتخابات باید با قصد خدمت وارد بشه. اگر با قصد قدرت طلبی و جمع کردن پول و مسائل گوناگون و انگیزه های ناسالم دیگر وارد بشه، به کشور خدمت نمی کنه. باید با انگیزه خدمت وارد بشه. اینو باید تشخیص داد، باید فهمید، باید حدس زد. اگر چنانچه نامزدها متصل بشوند به مراکز ثروت و قدرت، کار خراب میشه. همچنانی که امروز در به اصطلاح دموکراسی های دنیا، در آمریکا و غیر آمریکا این رسمه، کمپانی‌ها، پولدارها پول میدن به نامزد انتخابات در ریاست جمهوری یا در انتخابات کنگره، ولی او متعهد در مقابل اونهاست. اون رئیس جمهوری که با پول دستگاه‌های گوناگون و مراکز ثروت سر کار بیاد، متعهد در مقابل اونهاست. اون نماینده مجلسی که با پول فلان شرکت و فلان کمپانی و فلان ارباب و فلان پولدار بیاد توی مجلس، مجبور اونجایی که او لازم میدانه قانون جعل کنه، قانون برداره، توسعه و تضییق در قانون بکنه. این به درد مردم نمیخوره. نباید به مراکز ثروت‌های شخصی متصل بود و نه به طریق اولا به ثروت‌های عمومی. کسی بیاد از پول بیت المال مصرف کند برای اینکه به وکالت مجلس برسه، این به دو برابر اشکال دارد، اشکال مضاعف دارد. اینا رو باید مردم مراقب باشد. البته هر کسی رو نمیشه متهم کرد، بگیم آقا این وابسته به فلان جاست، این وابسته به چنین است، این فلان پول خرج کرده. باید اینا هم روشن بشه، باید ثابت بشه. مردم باید چشمها رو باز کنن، ملتفت باشن. خوشبختانه مردم ما بیدارن. افرادی که می توانن انسان رو خاطر جمع کنن، بین انسان و خدا حجت برای انسان درست کنن، انسان به اینها اطمینان کنه، اونجایی که خودش می توانه تحقیق کنه، تحقیق کنه. اینها لازمه. دقت باید بشود. انشالله
انتخابات انتخابات خوبی انجام بگیره، انتخابات پرشور با حضور مردم، مردم درست بشناسن، درست انتخاب کنن و انشالله مجلسی تشکیل بشود باب نظام اسلامی و همینجورم انشالله به لطف الهی خواهد شد. ما اگر از خدا بخواهیم وارد بشیم، تک تک ما احساس مسئولیت بکنیم، قصدمون این باشد که نظام اسلامی و اسلام را و ملت ایران را سربلند کنیم، خوشبخت کنیم، سعادت برای خودمون دنیا و آخرتمون فراهم کنیم، راه الهی بسته نیست. ما اگر چنانچه قدم برداریم، خدای متعال راه رو باز میکند. عمده این است که ما همت کنیم، تصمیم بگیریم، بنا بگذاریم. و من مطمئنم این انتخابات برای ملت‌های دیگر هم یک نشانه ایست. برای همین هم هست که دستگاه‌های خبیث استکبار از آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها و دیگران دارن مرتباً تلاش می‌کنن که این انتخابات رو به یک جوری خراب کنن، مخدوش کنن، چون کشورهای دیگر نگاه می‌کنن ببینن این پیشکسوت انتخاباتی و انقلابی که ملت ایرانه چه کار خواهد کرد. شما پیشکسوتید دیگه، ملت ایران تو این زمینه جزء پیشکسوت هاست. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید. استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره. پروردگارا به محمد و آل محمد تفضلات خودت، هدایت خودت، رحمت خودت، دستگیری خودت را شامل حال این ملت عزیز بگردان. پروردگارا جوانان ما را مورد نظر حضرت بقیت الله ارواح نافدا و مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. روز به روز پیروزی های ملت ایران را روزافزون بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.